خب به ادامه برنامه خوش آمدین دوستان. برگشتیم و در این قسمت هم مهمان داریم، گلاله یکبری، سناتور منتخب ولایت بدخشان، و در رابطه با کارها و فعالیتاشان صحبت میکنن. سلام بانو گلاله و خوش آمدین در برنامه، صحبتان بخیر. تشکر. سلام خدمت شما، همکاران عزیزتان و بیننده عزیز. سلامت باشین. سپاس. من تشکر میکنم از شما و از تلویزیون شما. واقعا امروز افتخار میکنم که یک تلویزیون در افغانستان در شرایطی که میبینیم همه مشکلات ها و چالش ها صدیرهای خانم ها است، دقیقا. و یک تلویزیون هنوز به نام زن فعالیت میکنه و ما تشکری و سپاسگزاری میکنم و خوشحال هستم به خود میبالم. سلامت باشین. سپاس بانو اکبری، ما هم خوشحال هستیم که شما را در این بخش با خود داریم. خب در ابتدا میایم روی فعالیت ها و کارکردهای خود شما که بیشتر خودتان معلومات بدین. کارکردها و فعالیت های ما اگر صحبت کنم شاید وقت ما نه همش به مو بگیره، اما بسیار خلاصه فشرده میخوام خدمتتان عرض بکنم. ما سناتور گلاله یکبری از ولایت بدخشان و نماینده مردم بدخشان هستم در مشران جرگه و معاون کمیسیون مواصلات و مخابرات. در سال گذشته رئیس بودم، اما امسال معاون هستم و مده سه بار است که باعث نماینده مردم بدخشان به همکاری مردم بدخشان و کمک خداوند و بزرگا، ما سه بار با بلندترین آرا انتخاب شدیم. یک بار در شورای ولایتی و دو بار در مجلس سنا. دستاورده و کار و فعالیت هایی که ما کردیم در بخش های مختلف بوده، با جوان ها بوده، با خانم ها بوده، با بزرگا و متنفذین بوده، با سیاسون بوده و در بخش های مختلف یک وکیل و یا یک سناتور کار داره. حتی با همون قشر جامعه که حتی یک ملازم خدمه است، وقتی که یک تقاضا بکنه، یک خواست و نیازمندی داشته باشه، باید نماینده مردم برای همون برسه. اما در ارتباطی که ما چطور سه دوره را پیدا کردیم و آمدیم، یه هم برمیگرده به تجربه گذشته که ما در گذشته در برنامه های کارهای اجتماعی کار میکردم و بخش کارهای ما سیاسی بود که اینه تقریبا سی و چند سال میشه که در سیاست کار کردیم و کار میکنیم. با آنم ایره کافی و بسنده نمیدانیم و میخواییم که شبانه روزی به این ملت رنج دیده و به این مردمی که واقعا همه روزه آسیب پذیر است، قشر زنا خصوصا، ما بتانیم کار بکنیم، فعالیت بکنیم و زنا را بتانیم بسیج بکنیم و زنا را متحد بسازیم. زنا به طرف خودکفایی بروند، زنا به طرف ازی بروند که از اتحاد و اتفاق خود به جای برسند و بتانند که به جایگاه خوب، به موقفهای خوب برسند. اگرچه در 14-15 سال آخر واقعا آدم جای افتخار است که زنا خیلی جایگاه خوبی را دارن. ما زن وزیر داریم، مهین داریم، والی داریم، حتی ولسوال داریم، شاروال داریم. ببینین که امروز ما در پارلمان افغانستان هیچ کشوری برای مثل افغانستان واره نصابش از طبقه ناس در پارلمان زیاد نیست که از افغانستان است. همه اینها دستاورد است، اما بانم کافی برای زنا نیست که ما بگویم اما قدری که حال ما تا هیئت رسیدیم برای ما کافی باشه. کافی نیست. ما باید کوشش بکنیم که زنا بسیار خوب عرضی اندام بکنن در بخش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی. حتی زنهای تجارت پیشه را ایمایه بکنیم، زنهای فرهنگی را ایمایه بکنیم و زنهایی که در عرصه سیاست علاقه مند هستن اونا را ایمایه و پشتیبانی بکنیم. همکاری های گوناگونی باید حتی به نسل جوانمان که طبقه اوناس هستن که در مکاتب و مدارس هستن سری ازیا باید بسیار توجه شود. دولت توجه و همکاری خاصی بکنه، هم بزرگا و کسایی که در پارلمان و در رده های بالا هستن همکاری توجه بکنن. اما ما اگر بگیم که زنها نمیتونن، اما زنای افغانستان ثابت کرده که زنها بسیار با جرأت هستن، با توان هستن، پرتلاش هستن، صادق هستن، دلیر هستن، میتونن که در همه بخش های مختلف زنای افغانستان کار بکنن، بدرخشن و بتانن که در یک کشوری که امروز به تک تک ما و شما ضرورت داره، هر کس جایگاه خود داره که یک گام نیک در عرصه خدمتگذاری و فعالیت و کارهای خوب انجام بده و پیش بره. بله، اما
بعضی از خانم ها شاید هم آره مشکلات و چالش های داشته باشن توسط فامیل ها، توسط بعضی از اقارب و خانواده ایشان که اونا نتونن در اجتماع سهم بگیرن، اما آیسته آیسته آگاهی داده، مبارزه کرده، باید علمای ما، متنفذین و بزرگای ما در عرصه های مختلف در بخش اناس با ما همکاری بکنن، به خاطری که ما یک کشور فرهنگی هستیم، یک کشور مذهبی هستیم، یک کشور اسلامی هستیم. وقتی که یک عالمی ما در ارتباط با یک خانم حرف بزنه، صحبت بکنه، فکر بکنه که ما یک سال کمپاین کردیم، به خاطر از اینکه چون کشور مذهبی است، حرف یک عالم دین بسیار معصیر است، بسیار معصیر تمام میشه. ما امروز ببینیم که افتخار میکنیم که خانم‌ها را در بخش پلیس داریم، خانم‌های جنرال داریم فعلا، شکر فضل خداوند. امیال در هر کورسایی که فارغ میشه، چی در داخل چی در خارج، ما از طبقه اوناس خانم‌های بسیار جسور و دلیری را داریم. اگر به میموال پیش برو همکاری ملت و جامعه و دولتمان و خصوصا جامعه جهانی باشه، ما متیقن هستیم که انشاءالله پیش میریم و در آینده ها گام های بسیار معصیری را خانم ها در بخش های مختلف میوردارن. یکی از گام های بزرگ امروز تلویزیون است که ما میبینیم مستقل و همه خانم ها و زنای نخبه و شایسته در اینجا میان صحبت میکنن و خانم های نخبه و شایسته در اینجا رهبری میکنن، کار میکنن. اینی میخوش یک افتخار است، دستاورد کلان برای خانم ها در افغانستان است که ایره دیگه خانم ها تقلید بکنن، کار بکنن، کارهای معصیر و گام های بسیار قوی استواری را باید برداریم مطابق قانون اساسی. البته دقیقا و بانو اکبری از خانم ها یاد کردیم، این جای خوشی هست که در یک ولایت در یک جای به نمایندگی یعنی یک خانم انتخاب میشه و مردم همه پشتیبانی خود را اعلان میکنن. شما بیشتر در رابطه با اوضای خانم ها در ولایت بدخشان صحبت بکنین. خب اینجا مرکز هست و همه آگاه هستن، بیشتر حضور خانم ها در اجتماع امروزی در بدخشان چگونه هستن از مدت زمانی که شما فعالیتتان را شروع کردید؟ فضل خداوند متعال، بدخشان یکی از ولایت های فرهنگی است و شما معلوم است یک ولایتی است که ما بسیار یک تاریخچه خوب داریم در ارتباط علم و فرهنگ و تحصیل و رشد زنا. تقریبا 50% امروز در ادارات دولتی ولایت بدخشان خانم ها کار میکنن، در ردهای خیلی بالا و دست بالا خانم ها در بدخشان داره. امروز در محافلی که برگزار میشه در ولایت و در ادارات دولتی، در اون سهم فعال هم خانم ها دارند، اونجا موضع‌گیری دارند، صحبت میکنن. این مشت نمونه خیروار که سه دوره است که من مینیسی نماینده بدخشان با بلندترین آرا انتخاب میشم. زن ستیزی و تبعیض در میان مردم بدخشان وجود نداره، احترام بسیار خوب به زنا قائل هستند، درس تعلیمی خوب، زمینه مساعد است برای خانم ها، البته در مرکز. اما در اکثر ولسوالی ها باز ما مشکلات و چالش های خدا داریم، خصوصا در ولسوالی هایی که ناامن است، خصوصا در ولسوالی هایی که امروز زیر تاثیر دشمن است. ما در اونجا امروز شاید مکاتب برای طبقه اون آسمان بسته باشه، امروز شاید چالش ها و نگرانی های را ما با آدرس طبقه اون آس عطا طبقه ذکورمان ما داشته باشیم، به خاطر که اکثر مکاتب بسته است. در اونجا وقتی که مکاتب بسته است، نه اون آس و نه ذکور در اونجا تعلیم و تربیه پیش میره. من یک تاریخچه بدخشان براتان بگم که در جریان انقلابی که در افغانستان گذشت، ما ده روز هم دروازه مکاتب من بسته نبوده، تعلیم و تربیه من دروازش بسته نبوده، اما بوده که ما فرهنگی بودن خود ثابت کردیم. در هر شرایط مردم علم پروری بدخشان علم و فرهنگ رشد داده و ایمایه و پشتیبانی کردن و ما مکاتب و مدارس من باز بوده. اما با تاسف تقریبا دو سال دو نیم سال است که چند ولسوالی ما دروازه مکاتب و مدارس بسته است، چون به دست مخالفین است و در اینجا بر میگرده به دولت مرکزی مان که چرا خاموشی اختیار میکنن و نگذاشتن که مردم ما و جوان و طبقه ناس و ذکوری ما مستفید شوند از تعلیم و تربیه. در اینجا ما نگران هستیم، واقعا ما پیش ملت مردمان مقصر هستیم. و بانو اکبری، مشخصا شما در عرصه فعالیت خانم ها چه کارکرد هایی را داشتین، چه پلان هایی را داشتین که تا حالا پیاده کردین و کارهایی انجام دادین؟ بله، شما میبینین که
پارلمان افغانستان در حقیقت سه وظایفی مهم و عمده را داره، اما وظایفی که باز شاقه کار میشه او کار شخصی هر وکیل و هر نماینده مردم میباشه. ما نظارت از قانون است، ارتباط دولت با مردم است و پاس کردن قانون و قوانین و در حقیقت نظارت از کارکرد دولت است که ما باید این سه کار بکنیم. اما ضمن این سه کار که ما وظیفه اصلی ما است، ما کارهای شاقه که باید به مردم ما رسیدگی بکنیم، شکایت یک جوان و یک پیر و یک موی سفید و یا یک زن بشنویم، مشکلی از او را حل بکنیم، با یک مریض ما رسیدگی بکنیم، با یک کسی که حادثه بالایش آمده با او رسیدگی بکنیم، مشکلی یک تبدیلی یک خواهرمان یا برادرمان باشه با او رسیدگی بکنیم و اگر حقش تلف شده باشه باید ما او را از دولت بخوایم کار بکنیم و زمینه یک کار و فعالیت برایشان مساعد بکنیم. این کارهای شاقه است که ما همه روزه با معکلین من با مردم من مصروف هستیم و در خدمتشان هستیم و ایران تعهد برایشان دادیم و بازم تعهد میتیم که از توان من با بالا در خدمت ملت و مردم من هستیم، به خاطر از اینکه مردم که ما را انتخاب کرده شاید یک امیدواری داشته باشند. ما نمیخوایم که امید مردم من را به یأس تبدیل بکنیم و میخوایم که چیزی که در توان من است، چیزی که در قدرت و توان ما است، ما به دفاع از مردممان و از دولت طلب بکنیم و او را انجام بدیم. بسیار خوب. با نکبری شما به عنوان یک خانم افغان، آیا به برخوردی که با شما میشه در ولسی جرگه از طرف آقایان و یا هم احترام و همو جایگاهی که باید یک خانم داشته باشه در یک جای رسمی و در یک جای دولتی، آیا راضی هستین یا خیر؟ ببینین، میگه سیاست بیادر نداره. در سیاست که داخل شده در اونجا زدبندهای سیاسی او جایگاه خدا داره. شما در کل پارلمان های دنیا ببینین که زدبندهای سیاسی، گفتمان ها و انتقاد ها و زدبنده وجود داره. اما ما فکر میکنم که پارلمان افغانستان نسبت به دیگه دنیا شاید کمتر باشه اما چالش هایی که هست، اما چون چالشی که به خانه ما گاگای رخ میته یا یک موزیگیری های میشه و علتش است که پارلمان افغانستان یک پارلمان جدید است، پارلمان دو دوره است، جدید است و اکثرا اما گذشت و به حساب بردباری مردا در برابر خانه ما شاید از بعضی از مردا شاید کمتر باشه، در اونجا به خانه ما مواجه میشن. من شخصا در مشران جرگه تا هنوز اکنون خودم که دو بار عضو مشران جرگه هستم هیچ نوع مخالفت و تبعیضی را در برابر شخصا خودم ندیدم و در رقابت های سالم بوده برابر دوشا دوشی مردا کاندید کردیم، حتی زیادتر از هم مردا هم برمان رای داده بسه. ایمایه کردن، همکاری کردن. اما در شرایط فعلی افغانستان ایره باید همه ما و شما بفهمیم و خانی ما هم بدانه که بدون ایمایه و همکاری مردا هم ما و شما به تنهای خود پیشرفته نمیتونیم. حتی از فامیل اگر پدر و برادر و یا شوهر ما و شما را همکاری و هماهنگی نداشته باشیم، در شرایط فعلی برای ما و شما مشکل است. به خاطر از اینکه ما یک گام های نوسته که میبرداریم در اینجا همکاری فامیل، خانواده، علما، بزرگا، متنفذین، دولت، جامعه جهانی برای خانم های افغانستان ضرورت و نیاز است. اما بازم یک بار دیگه به دولت اطمینان میتم که خانم های افغانستان قهرمان هستند، خانم های افغانستان شجاع و صادق و دلیر هستند. من متیقن هستم که اگر اینا رشد داده شوند، ایمایه و همکاری شوند، من لیاقت و شایستگی و استعداد و توانای زنای افغان و دخترای افغان که دیدیم به خود میبالم و افتخار میکنم که ما در هر کنفرانسی که در کشورهای بیرون رفتیم ما از اول فکر کردیم که شاید ما چیزی نباشیم، وقتی که در سخنرانی، در صحبت، در گفتمان میبریم میبینیم که واقعا یک جایگاه خاصی داریم. ما به خود میبالیم که زنای افغان میتونن که موضعگیری های بسیار کلان داشته باشن، بس های کلان داشته باشن و گفتمان های بسیار بزرگی را پیش ببرن. سلامت باشین. سپاس بانو اکبری، بحث خیلی خوب داشتیم، ان شاء الله موفق باشین. و در اخیر هم اگر گفتنی پیام داشته باشین به مردم از طرف تلویزیون. ما اول پیام ما به تلویزیون شما است. واقعا یک
یکی از پیامایتان به مردم افغانستان وحدت و اتحاد و اتفاق باشه و خصوصا به خانم ما که چون تلویزیون شما یک تلویزیونی است که مشخص به نام خانم ما است، خانم ما را کوشش بکنین همیشه پیام بتین که متحد باشن، اتحاد و اتفاق داشته باشن و کوشش بکنن خود به یک جای برسانن در یک رقابت سالم و در یک اتحاد و اتفاق و وحدت و همبستگی. اینا کوشش بکنن که به زور و توان خود، به مو استعداد و لیاقت خود اینا به جایگاه خاصی برسن. من متأکد هستم اگر یک زن به ظرفیت و توانایی خود پیش بره، این خودکفا میشه و این میدرخشه به خود و این بسیار پیش میره. اگر به بازوی یک کسی یک زن پیش بره، تا نیمی را بعد از او خواب بفته. ما کوشش بکنیم و زنا را پیام بتیم و از زنا خواهش بکنیم که خودکفا شوند، سر پای خود ایستاد شوند، از توانایی و ظرفیت خود کار بگیرن، شغل زایی بکنن و هر چیزی که به منافع رشد و پیشرفت خود و خانوادهشان است استفاده بکنن و کوشش بکنن که افتخارات زنی افغان حفظ بکنن و زن افغان مثل که فعلا واقعا افتخار داره و افتخار آورده، از این که بیشتر بیشتر پیام آور صلح باشن، پیام آور افتخارات خوبی در افغانستان باشه که همه زن افغان در حقیقت مورد اعتماد مردهای افغانستان باشه و مورد اعتماد دنیا و جامعه جهانی باشه. بسیار خوب انشاءالله و سپاسگزار هستیم از شما هم که در برنامه تشریف آوردید. سلامت باشید. و حال هم میان برنامه خیلی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.